اگه دوست داری با بهترین فیلم های کره جنوبی که ارزش دیدن دارن آشنا بشی، این قسمت به دردت میخوره. پس ویدیو رو تا آخر ببین و نظرتو در مورد فیلم ها تو قسمت کامنت ها برامون بنویس. انتهای این ویدیو هم بهترین فیلم های این قسمت از نظر خودم رو پیشنهاد میدم که مهمتر از بقیه هستن و باید ببینیم. ممنون میشم شما هم اسم فیلم های خوبی که دیدین رو برای ما بنویسید. شماره 10، آخرین شاهزاده. داستان این فیلم در مورد آخرین شاهزاده از نسل پادشاهی چوسان میونه دوران حکومت استعمارگرای ژاپنی روایت میشه. اونا با اجبار به ژاپن منتقل شدن. شاهزاده هم تلاش داره وقار خودش رو نگه داره. اون روزهاش رو با دلتنگی برای خونه و خانوادش میگذرونه تا اینکه بالاخره بعد از تلاش‌های ناموفق با کمک جانکان، دوست دوران کودکیش، برای آخرین بار شانس خودش رو برای برگشتن به خونه امتحان میکنه. فیلم عاشقانه و تاریخی آخرین شاهزاده تا حالا با 2000 رای تو سایت های IMDb تونسته امتیاز 7.1 از 10 رو ثبت کنه. شماره 9، مبدل پوش. یکی دیگه از بهترین فیلم‌های کره‌ای تاریخی که دوران پادشاهی چوسان رو نشون میده. داستان فیلم مبدل پوش با پادشاه گوانکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخی کره جنوبی جلو میره که تلاش دارن اون رو به قتل برسونن. واسه همین پادشاه مجبور میشه تا از دلقک دربار یعنی هاسونگ بخواد تا نقش پادشاه رو بازی کنه. میونه همین به هم ریختگی‌ها شاه دچار مسمومیت میشه و دلقک یا همون بدل شاه روی تخت پادشاهی میشینه. فیلم تاریخی درام مبدل پوش سال 2012 از کشور کره جنوبی به نمایش در اومد و تا حالا با حدود 7000 رای تو سایت های IMDb تونسته امتیاز 7.8 از 10 رو ثبت کنه. شماره 8، تاج و تخت. فیلم سینمایی تاج و تخت یکی از بهترین فیلم‌های کره‌ای تاریخی به حساب میاد که بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده. تاج و تخت سال 1762 میلادی تو دوران سلسله چوسان جلو میره و این دفعه قرار مشکلات و اختلاف‌های خانواده سلطنتی رو نشون بده. ولیعهد سادو تلاش داره پدرش یعنی 21مین پادشاه از سلسله چوسان رو به قتل برسونه ولی موفق نمیشه و پادشاه متوجه این قضیه میشه. واسه همین پسرش رو به قتل محکوم میکنه. فیلم 2 ساعت و 5 دقیقه تاج و تخت سال 2015 تو ژانر فیلم‌های تاریخی و درام از کشور کره به نمایش در اومد و تا حالا با حدود 2000 رای تو سایت های IMDb تونسته امتیاز 7.1 از 10 رو ثبت کنه. شماره 7، پادشاه و دلقک. داستان این فیلم هم قراره تو دوران سلسله چوسان جلو بره و فساد و مشکلات جامعه رو نشون بده. پادشاه و دلقک تو دوران فرمانروایی پادشاه یونسان جلو میره. دوتا دلقک به اسمهای جانگ سنگ و گونگیل که بابت اجراهاشون به شهرت رسیدن میونه یکی از اجراها دستگیر شدن و به دربار برده میشن. حضور اونا توی دربار پادشاهی همه چیز رو تغییر میده. دلقک ها بعد از اجرا مقابل گارد سلطنتی نظر پادشاه رو به خودشون جلب میکنن و همین مسئله زندگی اونا رو زیر و رو میکنه. فیلم 159 دقیقه پادشاه و دلقک سال 2005 تو ژانر فیلم های تاریخی درام و مهیج منتشر شد و تا حالا با 5000 رای تو سایت های IMDb تونسته امتیاز 7.3 از 10 رو ثبت کنه. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگر از فیلم و سریال های معرفی شده تو این قسمت راضی بودید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسید. بریم برای دیدن فیلم های دیگه این قسمت.
شماره 6 چهره خان. داستان فیلم با شخصیت نکیونگ، یکی از چهره خانها یا پیشگوهای معروف دهکده، جلو میره. اون میتونه با نگاه کردن به چهره افراد آینده اونا رو پیش بینی کنه. اون با اصرارهای افراد دهکده و خانوادهش راهی شهر میشه و از طریق مهارتهاش راهی به دربار پادشاهی پیدا میکنه تا با خود پادشاه روبرو بشه و در مورد آینده براش پیشگویی کنه. از طرف دیگه فساد توی دربار بیشتر از قبل شده و آدمهای اطراف شاه تصمیم دارن برای به دست گرفتن قدرت شورش کنن. فیلم 2 ساعت و 22 دقیقه چهره خان سال 2013 تو ژانر فیلم‌های تاریخی و درام منتشر شد و تا حالا با حدود 2000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.8 از 10 رو ثبت کنه. این فیلم کره‌ای تاریخی بر اساس جنگ میونگیانگ ساخته شده که میونه کره و ژاپن اتفاق افتاد. دریاسالار ما رو به دوران پادشاهی چوسان میبره و با یه دریاسالار به اسم یی سونگ‌شین آشنا میکنه. اون یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ کره جنوبی به حساب میاد که با استراتژی‌های خودش تونست با 12 کشتی در برابر ارتش ژاپن ایستادگی کنه و 300 تا از کشتی‌های اونا رو نابود کنه. این فیلم بر اساس یه واقعه تاریخی ساخته شد و تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و پربیننده‌ترین فیلم‌های کره جنوبی شد. فیلم تاریخی، اکشن و جنگی دریاسالار سال 2014 به نمایش درآمد و تا حالا با حدود 12000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.1 از 10 رو ثبت کنه. شماره 4، راننده تاکسی. این فیلم بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده. روزنامه‌نگار آلمانی بعد از مشکلاتی که برای مردم شهر گوانجو به وجود اومد، تصمیم گرفته ترس رو کنار بذاره و با دوربینش وارد این شهر بشه و از تصاویر وحشیانه اونجا فیلم برداری کنه. اون همراه یه راننده تاکسی به اسم کیم سابوک از سئول وارد شهر گوانجو میشه و داستان اصلی فیلم میونه به هم ریختگی‌های شهر جلو میره. وقایع این فیلم از زبان روزنامه‌نگار آلمانی شده و به گفته اون شخصیت و زندگی راننده تاکسی کاملا تخیلی بوده. فیلم 2 ساعت و 17 دقیقه راننده تاکسی سال 2017 تو ژانر فیلم‌های اکشن، درام و مهیج منتشر شد و تا حالا با 28000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.9 از 10 رو ثبت کنه. شماره 3، جغد شب. کیونسو یه پزشک طب سوزنی نابیناست. اون تو طول روز قادر به دیدن چیزی نیست، اما به شکل عجیبی شبها میتونه مثل یه آدم عادی ببینه. حالا کیونسو مرگ ولیعهد رو دیده و تصمیم میگیره حقیقت مرگ اون رو برای مردم و درباری ها آشکار کنه، ولی این قضیه قرار نیست بدون دردسر جلو بره. فیلم 158 دقیقه جغد شب سال 2022 تو ژانر فیلم‌های تاریخی، معمایی و مهیج منتشر شد و تا حالا تونسته امتیاز 6.6 از 10 سایت IMDb رو ثبت کنه. شماره 2، رویای ممنوعه. این فیلم کره‌ای بر اساس داستان واقعی ساخته شده و درباره سیجونگ کبیر، بزرگترین حاکم چوسان روایت میشه. اون با استفاده از قدرتی که به دست آورده، رفاه ملی و قدرت نظامیش رو بیشتر کرده، اما مشکلات زیادی سر راهش قرار داره. سیجونگ 20 سال همراه دانشمند و مخترع به اسم جان گیونگ‌شیل دستگاه‌های نجومی اختراع می‌کردند، اما بعد از یه حادثه جان گیونگ‌شیل به طور کامل ناپدید شد. فیلم 2 ساعت و 12 دقیقه رویای ممنوعه سال 2019 از کشور کره جنوبی به نمایش درآمد و تا حالا تونسته امتیاز 6.6 از 10 سایت IMDb رو ثبت کنه. شماره 1، فنگ شوی.
فنگشویی بعد از فیلم‌های چهره خان سال 2013 و شاهزاده خانم و دلال ازدواج سومین و آخرین فیلمیه که تو سبک سنت فالگیری کره‌ای ساخته شده. پس اگه این فیلم‌ها رو قبلا دیدی و دوست داشتی، از فنگشویی هم حتما خوشت میاد. خانواده کیم در حال تصرف همه کشور بودن و داشتن همه آرامگاه‌ها رو می‌گرفتن. از طرف دیگه چوبی سونگو کسیه که خانواده‌اش رو به خاطر مقابله با این ماجرا از دست داد. 13 سال بعد پسری از میون خانواده سلطنتی با اون همراه میشه تا خانواده کیم رو با کمک هم سرنگون کنن، اما قضیه با فاش شدن مسائل جدیدی کاملا تغییر میکنه و دوستی اونا تبدیل به دشمنی میشه. فیلم 2 ساعت و 6 دقیقه فنگشویی سال 2018 از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا تونسته امتیاز 6.1 از 10 سایت IMDb رو ثبت کنه. مرسی که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اینجا چند تا ویدیو بهتون پیشنهاد میدم که احتمالاً خوشتون میاد. منتظر ویدیوهای دیگه کانال باشید و لایک و کامنت هم یادتون نره.